خواهش میکنم. گنگم بالا. من چرا دارم اصلا این ویدیو رو من چرا دارم میگیرم؟ این همه آدمایی که میبینم دختر محترم که مخ میزنن همشون منم. سلام 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 سلام. خواستم کوتاه باشه. چطوری بچه‌ها؟ اومدم با یه برنامه دیگه واسهتون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، همه چی وقف مرادتون باشه و از این حرفا دیگه. خدا رو شکر، خدا رو شکر بهم گفتین که فر بهت میاد، منم دیگه ول نمی‌کنم هر روز. چطوری؟ این چیکارا می‌کنین؟ چه خبرا؟ من اومدم با یه برنامه دیگه واسهتون و ازتون خواستم داخل اینستاگرام که به من وایس بفرستین و بگین که چه جوری مخ می‌زنین، یعنی اگه مثلا می‌خواید مخ بزنین چه جوری مخ می‌زنین. یه چیزی از اول بهتون بگم بچه‌ها، واقعا به نظر من دختر و پسر نداره. اگه از یه نفر خوشتون میاد برین مخشو بزنین. چی میگی؟ خوشتون میاد دل دیگه، اگه خوشتون میاد برین مخ بزنین. چه حرفیه که مثلا دختر نباید بره مخ بزنه؟ واقعا بره مخ بزن، قشنگترم حتی به نظرم مخ بزن دختر. اوکی، بریم وایساتون رو گوش کنیم ببینیم که چیا گفتین و اینطوری. خب بریم با اولیش. اولی رو بذاریم واساتون باز کنم ببینم که چی میگه. بالا ما رو چه بریم کاریا مخ بود خریم بزنیم. خب این خانومم نظرش رو گفت دیگه، این خانمم نظرشو گفت، گفته که ما رو چه به این کاریا کدوم خری که بریم مخشو بزنیم. خب اینم خب نظرشه. خب بچه هایی بهتون بگم، همین قضیه مخ زدن و کلن دوست پسر دوست دختر داشتن و اینا به نظر من سن و سال داره. خب مثلا نباید، نظر منه مثلا 13 14 سالته 15 سالته نباید مثلا به این فکر را بیفتی. به نظرم باید 17 18 سالت بشه یکم بفهمی همه چیو بدونی. البته تو این دور زمونه دیگه سنای کمتر بهتر و بیشتر همه چیو بلدن، ولی در کل بذارین یه سن خاصی رو رد کنین بعد، اونجوری بهترم هست. بعدی رو میبینیم که چی گفته. کار خاصی نمیکنه، فقط بی‌توجهی میکنه، خودش زده میشه. میگه کار خاصی نمیکنم، فقط بیتوجهی میکنم، خودش خود به خود مخش زده میشه. خب اصلا همچین چیزی درست نیست، واقعا همچین چیزی درست نیست. خب اتفاقا از یه ور دیگه زده میشه، کلا زده میشه میره، به خاطر اینکه اینجوری نیست بچه. چرا فهم میکنیم بیتوجهی جذب میکنه؟ اون واسه قدیما بود که مثلا پسرها میمدن مخ بذارن دخترها ناز میکردن میرفتن توجه نمیکردن اینا، پسرها اینجوری بودو بودو دنبالشون میفته. الان اینجوری نیست، فکر نکنید خب به یه پسر اهمیت ندی یا مثلا دوستش داری ازش خوشش میاد ولی مثلا بهش اهمیت ندی بهش بیتوجهی کنی میره. بای بای هزار تا دختر اینجا ریخته، نموندی تو یکی که. خب واسه همین این کارو نکن، این کار درسته. حالا نمیگم که مثلا این بچسبین به یارو، خب ولی مثلا اگه دیدین یه قدم ورداشت شما مال یکی دو تا قدم وردارین، بعد اون مثلا 4 تا ورداره شما 10 تا وردارین مثلا 20 تا ورداره شما نه دیگه، اگه 20 دیگه شد دیگه شما هم 20 تا وردارین. ولی در کل منظورم اینه که اینجوری نکن، جوری یعنی فکر نکنین، فکر درستی نیست، فکر اشتباهیه، بی توجهی هیچ کیو جذب نمیکنه از نظر من. خیلی زیاد میخندم، با همه میگم میخندم. آها منظورش میبین چیه؟ اتفاقا اینم خیلی اشتباهه، میگه با همه میگم میخندم، خیلی زیاد میخندم. خب آخه لعنتی، مثلا فکر کن توی جمعین بعد مثلا دو سن ها مثلا دو سن ها دو سن دختره دو سن پسره، خب مثلا تو از یه دونه از پسرای اون جمع خوشت میاد، واسه این که بخوای مخ اونو بزنی بیای با دو تای دیگه بگی بخندی، خب یعنی چی؟ یعنی واقعا فکر کنی مخ اون زده میشه؟ نه مخش زده نمیشه. بدتر میگه این دختره رو ببین چه. آره هرچی که خودتون فکر میکنین همون درسته. آره بابا این کارا چیه؟ میخواین مخ یکی رو بزنین؟ حداقل برین فقط با خودش بگین بخندین، با اونا مثلا سرسنگی بشین. باید فرق خودش رو نسبت به دیگران واسه شما احساس کنه که مثلا مخش زده شه و بخواد باهاتون اوکی شه. ماشاءالله فقط دخترها دارن ایده مخ زنی میدن، پسر نداشتیم. اگه بخواییم از مخ بزنیم که یه عکس جذاب رو میذاری پروفایل دیگه، میریم شروع میکنیم واسه مخ زدن. اولا باید باش رفیق شی، نمیشه همه اول مخ زد.
اتفاقا این راه خوبی بود، من خوشم آمد از راهش. صداش اول شنیدم گفتم خب این کوچولوئه، این الان مثلا نمیدونه، بعد اصلا هنگ کردم. روشش روش بدی نه، حالا عکس پروفایل خیلی خوب بذاری بعد بری مخبر اینا نه، ولی روش جالبیه که مثلا تو بری جلو مثلا حالت رفاقت و فلان و اینا، بعد آروم آروم خودش شکل بگیره، اینم قشنگه. ولی مخ زدن به حساب نمیومد، انگار مثلا یه رابطه عادی که خودش داره پیش میره رو ایشون داشت میگفت، ولی باحال بود، خوب بود. بریم بعدی. ببین اینجوریه که اگه بهش توجه کنی، خب نظر من مخ میشه، چون من یعنی مخ کردم میگم، بهش توجه کنی یا مثلا باش حرف بزنی، آره شاید باش اشوه بیاد، اینو اشوه رو امتحان نکردم، ولی خب چیز خودتو ضعیفم نشون بدی ممکنه مخ بشه. نه آره. این آخری رو باش پایه نبودم اینکه چیز کنیم ضعیف نشون بدیم، نه، ولی حرفاش اوکی بود، یعنی چیزی بود که من الان بهتون گفتم که نباید بی توجهی کنین، نباید حالا مثلا دیگه بچسبین بهش، ولی همین توجه تا یه حدی به نظرم اوکیه، قشنگه، خوبه. ولی اینکه در نهایت اومد گفتش خودتو ضعیف نشون بدی، اتفاقا از نظر من چه دختر چه پسر وقتی میرن طرف مقابلشون آدمای ضعیفین اصلا چیز جذابی نیست، آدم ضعیف کلا جذاب نیست، واسه همین اشتباه نکنین. اگه مثلا میخواین از روی اینجوری میشه که مخ یارو شاید زده شه، خب ولی بهتون ترحم میکنه و باهاتون اوکی میشه، یعنی مثلا میدونی آره اینطوری با ترحم باهاتون اوکی میشه، که این اصلا خوب نیست. خودتون رو قوی نشون، یعنی نشون که قوی باشین، اصلا خودتون باشین، چرا باید ادای ضعیفا یا ادای قویا رو در بیارین، خودتون باشین. یعنی اگه کسی خودتون رو به خاطر خودتون بخواد اون موقع قشنگه، اون موقع به اون میگن مخ زدن. اینطوری بریم بعدی. ایشون یکی از فن پیجا من مثل اینکه چون آره عکسم رو پروفایلش بود. اوکی چند وقت بود فکر کردم که خیلی ناراحتی و ناراحت بودیم و فنا اجرا میبینیم کنار حسوسام. این مخزنی نبود، ولی گفتش که فنامه، گفت ما فنا میفهمیم که یه جوری انگار یه چند وقتی ناراحتی و ما متوجه میشیم و این داستانا. این خیلی کیوت بود، ولی نه ناراحت چرا، زندگی جریان داره، همه چی به این قشنگی، ناراحتی بابت چی؟ نه بابا از اصلا از این من به شخص مخ نمیزنم، میرم مخشو میخورم بعد دیگه مخ زدن میشه. اینم یه راهیه، ولی بعضی از پسرها یا دخترها دوست ندارن زیاد حرف بزنن. البته نه، کی گفته دوست ندارن، کسی که بخواد که شما مخشو بزنی، یعنی اونم به شما حسی داشته باشه، اتفاقا اونم مخاتونو میخوره، یعنی وقتی میری باهاش حرف بزنی اونم هی با حرف میزنه، میدونی چی میگم؟ اینجوریه. اگه مثلا یهو بگه که آره خدافظ نمیدونم فعلا، اگه مثلا بعد از 4 ساعت 5 ساعت حرف زدن، واسه اوایل رابطه رو میگم، ما دیگه رفتیم تو رابطه که دیگه این هم حرف نمیزنیم، کمتر حرف میزنیم چون بیشتر هم دیگه میبینیم، ولی در کل اگه دیدین بعد از مثلا 4-5 ساعت حرف زدن و اینا مثلا دیگه خدافظ برو فلان اینا، اینو میشه قبول کرد. ولی اینکه مثلا نیم ساعت باش حرف میزنی بعد مثلا یارو میره فلان، این یعنی رو شما مثلا فاز خاصی ندارم، جوگیر نشین اینطوری. بعد دیگه بریم بعدی. مثلا اینو مثلا صدام اینجوری شد، صدام گرفت. خب اگه بخوام حضوری مخ بزنم که سعی میکنم زیاد طرف رو نگاه نکنم، نگاه ما ازش بدوزم، ولی وقتی هم که چش تو چش میشیم حالا یه حرکتی کنم، موهامو تکم دست بکنم تو موها، بعدش طرف بستگی داره دیگه، ولی اکثرا مثلا اونا هم از من خوش رو بود. قشنگ بود حضوری، این مخ زدن حضوری بود که الان تو دوران کرونا جواب نمیده بچه ها، غیر حضوری فقط. آره این مخ زدن حضوری بود که به نظرم قشنگ بود، اینکه مثلا نه اینکه نگاش نکنی، نگاه تو ازش بدوزدی، نگاه تو نه.
نده ززم چون من رو تو چشام. میدونی چی میگم؟ یعنی بدزدی نگاه تو ازش، مستقیم نگاش نکنی. وقتی راست میگه چش تو چش شدی، مثلا یه حرکتی بزنی، مثلا یا اینجوری کنی. واقعا الان من چرا دارم اصلا این ویدیو رو، من چرا دارم میگیرم، بابت چی؟ اوکی بریم بعدی. هلو علیکم رکسانا جون، ببین خیلی دوست دارم، عاشقتم، همه زندگیم تویی، قربونت برم. تو میخوای مخ زدن رو یاد بگیری واسه چی کلک؟ تو که خودت مخ همه ما رو زدی، حتی من و دختر رو. من مخه چجور؟ ببین من مخه پسر رو اینجوری میزنم. آیسا قبل اینکه ادامهش گوش بدم، مرسی شما من لطف داریم، منم خیلی دوستتون دارم. میگه مخه ما دخترم زدی، من چجوری میتونم مخه دختر بزنم؟ مخه لعنتی، مخه دختر رو که نمیشه زد. ولی مرسی کلی کلی به من احساسات نشون دادین، خیلی خوشحال شدم. نگاه میکنم یکم اشوه میرم، بعد اصلا صدامو تغییر نمیدم، یعنی الان بابای صدام خیلی بد میشه میدونم، ولی عادی میحرفم، نه اینکه بگم خودمو بگیرم و اینا. زیاد شوخی میکنم، زیاد میخندم، و اینکه وقتی بخوام مخه یه نفر خاص رو بزنم بهش نگاه میکنم میخندم و همیشه هم جواب میده. این چه کیوت بود بچه ها. شما ها چه آدم هایی هستین ها. چه خوب بلدین مخ بده، یعنی من دارم الان ازتون یاد میگیرم. من گفتم مثلا شما یه چیز بگی من نظر خودم بگم و اینا، ولی الان دارم اینم که من دارم ازتون یاد میگیرم. راست میگه، وقتی که مثلا نشستی همون اشوایی به قول معروف خرکی واسش بیای و مثلا سعی کنی باش شوخی کنی، باش بخندی، قشنگه قشنگه، دوست داشتم. حالا میگم که فعلا حضوری جواب نیست دیگه. اوکی سلام، گفتی راجب استوری آخرت که گفتی که مخ بزنی، من دخترم و میخوام نقش پسر رو برات توی وایس انجام بدم، اصلا میخوام مخ یه دختر رو بزنم. ببخشید خانم من گم شدم. خانم مثلا میگه که چی شده شما گم شدی؟ بعد من میگم که بله تو چشاتون گم شدم. گنگم بول تهش باقید گنگم بالا. نه ببین دیگه مسخرش نکنین دیگه، این جمله چیه؟ خانم من گم شدم، تو چشاتون گم شدم، نمیدونم منو پیدا کن، فلان کن. نه اینا اصلا جواب نیست، خنده دار، اینا مسخره است. یارو میاد بهت میگه برو چی میگی؟ جدی این کارا رو نکن. اینا دیگه ببین مثلا خیلی بچه بازیه به نظرم، کمی جذبه داشته باشی، جذبه قشنگه. اینکی پسر علیرضا، بذار پسر باز کنیم یه دفعه هم که شده. سلام رکسانا، گرم کل دلیه نوشته علیرضا. رکسانا من تا حالا مخ نزدم، دوستم ندارم بزنم. اولا که چرا آیدید اسم پسر خود دختری؟ بعدش هم اینکه تا حالا مخ نزدم، دوستم ندارم بزنم. آره اینان مرات میان، اونا میان دیگه. آره همه الان همه تو کف تو، همه میان قشنگ مخاطب خواسته. تو اصلا مخ نمیزنی، هر کی مثلا یعنی این همه آدمایی که میبینم دختر مخترام که مخ میزنن همشون منم. شما هیچ کدومتون مخ نمیزنی، شما فقط پسرا میان مختونو میزنن. ادا همش ادا، ولی واقعا من به هوای پسر رفتم اینو باز کردم. چرا صدات یو هنگ کردم؟ این دیگه خدایی پسره، این دیگه واقعا پسره، درسته؟ این پسر جدیدن دختر ها میان مخ پسر ها رو میزنن. بعد چجوری دختر ها مثلا شماره پسر ها گیر میارن، روزا زنگش میزنن، علیکی صحبت میکنن، این علاقی صحبت کردن
بعد چند وقت رابطه تشکیل میشه، رابطه هم بعد 3 ماه تموم میشه. همین سادگی. خب من باید بگم این وسط که اینجوری هم نیست که مثلا بخوای بگی جدیدن همش دخترها مخ میزنن. نه اینجوری نیست، اصلا اینجوری نیست. پسرها مخ میزنن چرا که نه، میزنن. دخترها مخ میزنن چرا که نه. ولی اینکه بگی آره میان مثلا اینجوری میکنن اینجوری میکنن بعد رابطه بعد 3 ماه تموم شد، ببا اینا بذاری لازم تویش ببینم چند سالشه. خب این قیافش ریشم که نداره، 15 اینا بهش میخوره. آره بهش 15. خب این طرز فکر واسه این همچین سنایی میشه گفت دیگه، وگرنه این طوری نیست. اصلا امکان داره یه رابطه ای رو شروع نکرده تموم شه، مثلا چه میدونم به یه هفته هم نکشه. امکان هم داره سالهای سال با هم دیگه باشن، امکان هم داره چند ماه تموم شه. تو نمیتونی واسهش تایم دقیق بذاری واسه یه رابطه، نمیتونی به اینکه آره دخترم میاد مخ میزنه یا نمیدونم پسرم میاد اینجوری مخ میزنه بعد مثلا رابطهشون انقدر طول میشه تموم میشه. همچین چیزی اصلا نیست، واقعا همچین چیزی اصلا نیست. واسه همین معلوم بود سنش کمه. در هر صورت خیلی خوشحال شدم که راجع به این مسئله به این مهمی توی زندگیمون صحبت کردیم. اصلا مهم نبود، نمیدونم اصلا چرا من این ویدیو رو گرفتم، واقعا نمیدونم خودم رو درک نکردم، ولی دوست داشتم که همچین ویدئویی بگیرم و گرفتم. خیلی هم ممنون از اینکه بهم وایس دادین، خیلی وایساتون جالب بود و واسم از همه این چیزا جالب تر این بود که اکثرتون دختر بودین که من وایس دادین و خیلی خوشحالم که دیگه این قضیه جا افتاده که دخترها میتونن برن جلو دخترام. چون واقعا وقتی که میگیم همه جوره زن و مرد با هم برابرن، از این قضیه هم با هم برابرن، هیچ مشکلی نداره. شاید یه دختری از اینکه خوشش بیاد پسره مثلا بهش نخواد مثلا پیشنهاد بده، میدونی چی میگم، مثلا چه میدونم روش نشه به هر دلیلی نتونه مثلا بیاد بهش پیشنهادشو بده یا بیاد مثلا به قول معروف مخشو بزنه، ولی مثلا دختره پاپیش بذاره و پسرم مثلا خیلی خوشحالشه و ادامه بده. میدونین چی میگم بهت؟ واسه همین نترسین، اگه کسی دوستش دارین بریم بهش بگین، باهاش صحبت کنین. اگه جواب رد شنیدین بازم مهم نباشه واسهتون، به خاطر اینکه واقعا مهم نیست و شما کاری که دوست داشتین و حداقل انجام دادین. اگه جواب رد گرفتین بازم مهم نیست، واسه اصلا بهش فکر نکنین. خب بچه‌ها من برم. آها یادتون نره حتما چنل منو سابسکرایب کنین، زنگولک رو بزنین، لایک کنین، کامنت بذارین واسم، نظرتون رو بگین. شما مگه روش‌های مختلف مخزنی و بلدین همین الان داخل کامنت واسه من بنویسین و اگه دوست داشتین پارت 2 واسهتون بگیرم و دوباره بشینیم راجع به مخزنی با هم دیگه صحبت کنیم. میدونم خیلی کار مسخره‌ایه، نه خیلی هم مسخره، جالبه آقا جالبه، خوشم اومد، دوست دارم پارتای دیگه اش هم واسهتون بگیرم. اگه شما هم دوست دارین تو کامنت به من بگین که بازم راجع به مخزنی با هم دیگه صحبت کنیم. کلی دوستتون دارم، یادتون نره سابسکرایب کنین و واسه من نظرتون داخل کامنت بگین و بگین چه جوری مخزنین دیگه. عاشقتونم کلی، خدافظ، مواظب خودتون باشین.